کنسرت سامان جدیدی کی بود؟ چندم خرداد بود یادتونه؟ آیا؟ 6 خرداد. اوکی. 6 خرداد کنسرت سامان جدیدی برگزار شد. بعد از مدت ها توی تهران، سالن میلان نمایشگاه، و این یه خیلی حاشیه داشت این کنسرت. من در موردش حالا حرف زدم، میتونید برید تو ویدیوهای قبلی ببینیم. الان نمیخوام در مورد اونا صحبت بکنم. میخوام در مورد یه چیز دیگه ای صحبت بکنم. یکی این که این کنسرت تمدید شده از سه‌شنبه 16 خرداد، میتونین برای 10 تیر بلیط تهیه کنین. کنسرتش برای 10 تیر توی 2 سانس دیگه تمدید شده. یکم طولانیه، فاصله بین دوتا کنسرت طولانی، یعنی اندازه 1 ماه بیشتر، 1 ماه و 3-4 روز، یعنی 6 خرداد 10 تیر، یکم فاصله زیاده، اما کاری به اون نداره. این ویدیو رو برای این گرفتم چون که یکی از اجراهای سامان جدیدی رو توی کنسرت 6 خردادش دیدم و به شدت قابل دفاع بود، به شدت قابل دفاع بود، و گفتم بیام یه ویدیو بگیرم. آقا ما ممکنه انتقاد بکنیم از سامان جدیدی، همیشه همین بوده، اما وقتی یه نقطه مثبت هم داریم میبینیم، میایم از اونم صحبت میکنیم. مثلا آهنگ آخرش آروم جون واقعا آهنگ قابل قبولی بود، هرچند که مثلا آهنگ خوشگلاش که منتشر شد گفتم کاملا مثلا کپی از آهنگ چند سال 20 سال پیش شاید مهره، ولی اجرای این کنسرت به نظرم خیلی قابل دفاع بود. من از کنسرت بندرعباس یا باکو فکر میکنم اجرایی مثلا با کیفیتی ندیدم، یعنی ویدیوهای با کیفیتی ندیدم، اینجوری جمله بندی بهتره. اما اینو میخواییم بریم با همدیگه چند تا از اجراهاشو ببینیم، حالا هر چقدر فرصت بشه. من 3 تا اجرا پیدا کردم ازش، چند تا از آهنگاشه که اگر موافق بودین که توی یه پارت ویدیو بدین، اگر نه که میتونین کلن یه آهنگ کاملا فکر میکنم اجرا میکنین توی یکی از ویدیوها، هنوز ندیدمشون، اونو میتونین با هم دیگه توی یه ویدیو کامل جدا ببینیم. فعلا بریم ببینیم ایستادمش رو میخواییم بریم اجرای زنده ایستادم. به نظرم خیلی خفن اجرا کرد. برو. تحریرها رو نمیخوان توی اجرای زنده. من اجرای زنده حالا چون اکثر وقتا سامان جدیدی رو با مهدی هدوند مقایسه میشه، مثل مقایسه محسن چاوشی با محسن یگانه است. این دوتا خب با همن دیگه، نمیشه جداشون کرد. حتی سر کنسرتش من میدیدم که فنپیجاشون دارن مثلا بحث میکنن که این بیشتر میفروشه، این زودتر سولدات میشه و از این داستانا. نسبت به اجرای احمدوند حس میکنم با توجه به آهنگایی که داره جو سالن خیلی بهتره. برو. چه بند هماهنگی داره، ایول خوش آمد. رهبر ارکسترش کی بود؟ نمیدونم، بذار توی این کنسرت جدیدش گذاشته یا نمیزنه. فکر میکنم فرید ایمانی باشه رهبر ارکستر، اگر اشتباه نکنم رهبر ارکستر فرید ایمانی. آقا پرچمت بالاست، برو. این یکی از آهنگایی که من واقعا خیلی دوستش دارم از سامان جدیدی، به نظرم یکی از بهترین آهنگاش با اختلاف. اجرای زنده هم داریم میبینیم، یه پلی بک حتی ذره ای نیست و این خیلی
قابل دفاع ترش میکنه، پرچم سامان جدیدی رو میبره قشنگ بالا. میباشش تا هرچی میسازی بشم حساسی بازی بشم یه روزی به تا وقت بشم آقا بنازم واقعا خودتون دیدین چقدر قابل دفاع بود. من میذارم اون ویدیو اجرای کامل رو برای یه ویدیو کامل، یعنی یه ویدیو یوتیوبی کامل باشه، ریاکشن کامل باشه، چون این ویدیو خیلی طولانی میشه. ولی یه آهنگ دیگه هم که اجرای زنده داشته اینم ببینیم، تا حد یه دقیقه است، اینم یه ریاکتی بکنیم روش و بعدش دی بریم برای اگر استقبال شد از این ویدیو اجرای زنده اون یکی آهنگم که کامله رو میذاریم. اوکیه، برو ببینیم. لجباز اینم با حاله هی حواسه افتم حجم صدای قوی داره سامان جدیدی ها. من تا حالا به این نکته توجه نکرده بودم و قبل از اینم هرچی مثلا ویدیو از کنسرتش میومد ویدیوهای بیکیفیتی بود حقیقتا، ولی این سری دمش گرم. امیدوارم که تیم مدیریتی محمد قیامتی یه ویدیو مشتی و حسابی هم خرج کرده باشه، از کنسرتش گذاشته باشه، یعنی از کنسرتش گرفته باشه که به زودی پخش بشه اجرای زنده مثلا آهنگای مختلف. منظرم این حرکت هایی نکرده باشه واقعا کار اشتباهیه. و اینکه دارم میگم حجم صداش قویه، حجم صدا یعنی چی؟ مثلا حجم صدای امیرعباس گلاب خیلی قویه، قدرت مانور زیادی داره، یا مثلا بهنام بانی حجم صداش قویه، یا علی زنده وکیلی، حالا هر کدوم از اینا توی فیلدهای مختلف توی سبک خودشون. ولی سامان جدیدی هم جزو اوناست که قشنگ میتونه 3-4 ساعت اجرای زنده قشنگ نون آبدار بکنه ها. حیف که تهیه کننده خوبی نداره. و اینکه چقدر صدای اجرای زنده به صدایی که توی آهنگ میشنویم نزدیکه، یعنی چقدر صدای خودش توانایی زیادی داره. و امیدوارم واقعا از ته دل امیدوارم که سامان جدیدی خیلی بیشتر از اینا موفق بشه و سولات های خیلی پشت سر هم بذاره مثل قدیم و آهنگ های با کیفیتی هم بده مثل قدیم. آدم لذت میبره که آرتیست مورد علاقهش بیاد کار خوب بده، اصلا آرتیست مورد علاقهش هم نه، هر آرتیستی که هستش کار قوی بده، این رقابت رو ببره بالا. و همین، خیلی چاکریم. توی کامنت ها بنویسین که بازم ریاکت به اجراهای سامان جدیدی توی کنسرت داشته باشیم یا نه، چون تا الان ویدیوهای مثلا از قبل از این کنسرت ویدیوهای آنچنان با کیفیتی نمی اومد از خود کنسرت، از اجراهای زندهش، ولی این سری من چند تا خوبش رو پیدا کردم، هنوز یکیش مونده کامل، اون اجرای کامل آهنگه. اگه پایه بودین توی کامنت ها بنویسین و این ویدیو رو شیر کنین برای دوستاتون که اونام بیان ببینن اجرای زنده و قدرت صدای سامان جدیدی رو. ما اگه گفتم ازش بد میگیم، انتقاد میکنیم، وقتی هم که مثلا یه کار تعریفی میکنیم میگیم ایول دمش گرم پرچمش بالاست اون بالا. سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه. قربان شما سر. چک. Yeah.